قالب بندی جداول. ابتدا جدول رو با کلیک چپ در یکی از سلول های اون انتخاب میکنیم. سربرگ های دیزاین و سربرگ های لی اوت اینجا برامون ظاهر میشن. روی سربرگ دیزاین کلیک چپ میکنیم، با استفاده از استایل ها یا الگوهای گروه تیبل استایل میتونیم تغییراتی رو در سبک جدول ایجاد کنیم. ببینید من با قرار دادن مکان نما بر روی هر کدوم از این استایل ها یک سبک خاصی رو به جدول انتخابی اینجا اعمال میکنم. مشاهده کنید اشارهگر موس رو که بر روی هر کدوم از اینها داریم قرار میدیم استایل خاصی رو به ما میده. من این استایل مدیوم رو انتخاب میکنم با اکسنت 5. جدول ما به این حالت تبدیل شد. با استفاده از شیدینگ میتونیم از الگوهایی برای رنگ پرکننده استفاده کنیم. با استفاده از پیکچر میتونیم یک تصویر رو بذاریم برای پرکننده. با استفاده از گرادینت میتونیم از یه همچین گرادینت هایی رو استفاده کنیم. اینجا البته من کل جدول رو میام انتخاب میکنم، به این حالت کل جدول رو انتخابش میکنم. با شیدینگ میایم مثلا این رنگ رو بهش میدیم، با پیکچر گرادینت طیف رنگی رو شبیه این من میام بهش اعمال میکنم. برای اینکه بتونیم تنظیمات بیشتری رو برای طیف رنگ داشته باشیم میتونیم از مور گرادینت استفاده کنیم. با استفاده از تکسچر میتونیم یه بافتی رو به اون بدیم و اینجا با استفاده از تیبل بک‌گراند هم میتونیم یک بک‌گراندی برای جدول انتخاب کنیم. در گروه تیبل استایل با استفاده از بوردرز میتونیم براش بوردرها رو تعریف کنیم که در چه حالتی قرار داشته باشن. نو بوردر باشه، به این حالت ببینید هیچ بوردر رو نمایش نمیده. اگر در حالت تاپ بوردر بذاریم فقط برای اون سلول انتخابی بوردر بالا رو میذاره. من میام اینجا کل این جدول رو انتخاب میکنم و میام با استفاده از outside border فقط در این قسمت بیرونی براش میذارم. یا میتونیم دوباره کل جدول رو انتخاب کنیم، با استفاده از border بیایم اون رو در حالت no border که به این حالت هیچ border وجود نداره، یا all border به این حالت بذاریم. با استفاده از افکت ها هم که برای سلول ها یه همچین حالت دکمه های کامپیوتری رو براشون تعریف میکنه، به این حالت تبدیل میشن. حالت بسیار زیبایی هستن که میتونید از اونها استفاده کنید. با استفاده از شادو میاد یه سری سایه هایی رو بهشون اعمال میکنه و با استفاده از رفلکشن هم یه سری انعکاساتی رو یا بازگشتی رو برای اونها میاد تعریف میکنه. من رو حالت نو رفلکشن میذارم. اگر روی سربرگ لی اوت اینجا کلیک کنیم، با استفاده از ابزارهایی که در گروه سل سایز وجود داره میتونیم تنظیماتی رو برای سلول ها انجام بدیم و با استفاده از ابزارهای الاینمنت میتونیم سل مارجین، حاشیه های سلول و تکست دایرکشن، جهت متن و حالت هایی که برای خود سلول وجود داره در این قسمت برایش تعریف کنیم. حالت های رایت تو لفت، لفت تو رایت میتونیم برایش قرار بدیم. با استفاده از تیبل سایز میتونیم سایز جدول رو بیایم تعریف کنیم که چه حالتی داشته باشه. اینجا در سل سایز، سایز سلول یا این خونه ها به اینها میگن سلول، و جدول هم که تشکیل شده از یه سری سلول های در حالت افقی یا قائم. و با استفاده از ارنج هم که میتونیم ترتیب قرار گرفتن جداول و نوع همترازی رو با استفاده از الان برای جداول تعیین کنیم.